برنامه خداوند یکتا با عرض سلام خدمت شما بیننده های عزیز افغانیوس به برنامه گفتگو خوش آمدید. در حاکمیت دولت کنونی اقتصاد بازار به پالیسی اقتصادی تبدیل شده است، اما در طول سالهای گذشته دولت نتوانسته است که با در نظر داشته شرایط جامعه افغانی نوع اقتصاد بازار را برای افغانستان مشخص سازد. بالاخره بعد از سالها حامد کرزی در بیانیه خود در پارلمان تعهد سپرد که با در نظر داشته جامعه افغانی معیارهایی را برای نظام بازار تعیین خواهد کرد. این موضوع را من مصطفی فیضی هم را با مهمان گرامی خود احمد ضیا کارشناس اقتصادی به بحث میگیریم. آقای ضیا سلام بر شما، برنامه ما خوش آمدید. تشکر، سلامت باشین. لطفتان است. آقای ضیا، در قانون اساسی افغانستان نظام اقتصادی کشور بازار آزاد ذکر شده است. تحلیل شما از بازار آزاد چی است؟ بسیار زیاد تشکر. اگر یک نظری گذرایم بر مفهوم بازار داشته باشیم، فوق‌العاده وقت‌گیر و زمان‌گیر است. بله. درست است که بر اساس ماده 10 قانون اساسی افغانستان، نظام اقتصادی افغانستان نظام بازار ذکر شده و در پالویش مسئولیت‌ها را بر دولت مشخص کرده که دولت مکلف است که سهولت‌ها را فراهم بکنه، زمینه را مساعد بسازه و سکتور حمایت بکنه به تمامانش. خب متاسفانه در افغانستان از بازار تعبیری نادرست یا تعبیری غلط صورت گرفته، یا اگر نظام بازار به دو قسمت عمده تقسیم بکنیم، فقط در افغانستان حامیان اقتصاد بازار یا طرفدارای اقتصاد بازار یا کسی که به اصطلاح تلاش داشتن تا نظام اقتصادی افغانستان نظام بازار باشه، فقط یک بودی از این را در نظر گرفته. در کل اقتصاد بازار به معنای تنش، به معنای رقابت، به معنای جنگ در بین تولید کننده ها، جنگ در بین عرضه کننده ها، جنگ در بین عرضه کننده و تقاضا کننده، جنگ در بین کارگر و کارفرما. بله، یعنی چند بود شد. خب بودی که در افغانستان در نظر گرفته شده ای به این معناست که خب وقتی که در پالیسی بازار تقاضا کننده ها، یعنی فقط بخش مستهلکش در نظر گرفته شده، یعنی مستهلک مفاد میکنه، به این معنی که مستهلک چون عرضه کننده در بازار فراوان است، مستهلک خود مختار است، میتونه که یک جنس خوبه با کیفیت خوب با قیمت پایین از بازار به دست بیاره. بله استاد، چون به فایده مستهلک است، ولی اصلا اینی تیوری بود که افغانستان به بیراهه برده است از نظر اقتصادی. ای به این معنی که در کشورهایی که خودشان معلد می باشن، یعنی فقط بخش مصرف در نظر گرفته بود یا بخش مصرف کننده را، نه بخش تولید کننده را، اصلا در اونجا در نظر است که تولید کننده باید چگونه تولید بکنه، چگونه از او حمایت شوه و چگونه باید رقابت بکنه. بس. متاسفانه سر قسمت تولیدش در افغانستان قطعا فکر نشده بود. استاد علتش در چی بود؟ آیا به خاطر از اینکه دولت افغانستان چنین ظرفیت هایی را نداشت و اینکه توانایی اقتصادی آنقدر بسیار زیاد نداشت که باید از مسئولیت هایی که در قانون اساسی افغانستان که شما ذکر کردین که شرایط باید آماده بسازه حمایت از سکتور کنه، و یا اینکه از لحاظ اقتصادی چنین توانایی نداشت که مسئولیت خود انجام میده؟ خب بعضی مسائلی که در قانون اساسی افغانستان آمده، یعنی اگر بگیم که ما تا هنوز به می دموکراسی که ما در قانون اساسی تسجیل یافته، یعنی آماده به پذیرفتن از این نیستیم، نتانستیم این تحمل بکنیم، و چی باشه اقتصاد بازار حتی هیچ کشوری در منطقه به شکل درستش تجربه نکرده، آهسته آهسته به پیش رفته، کشوری باید به طرف اقتصاد بازار بره که او از لحاظ تولید به خود متکی باشه. بله، یعنی به این معنی که تولیداتش به حدی باشه که نه تنها که تقاضای داخل مرفوع میکنه، باید در منطقه هم رقابت بکنه. دولت افغانستان چنین مشخصه نداره. متاسفانه ما قطعا در قسمت تولید، ما قبلا خدمت شما عرض کردم که در قسمت تولید هیچ فکر نکرده بودیم که در اقتصاد بازار ما صرف یک بازار مصرفی وارداتی خواهد شدیم که عالی هستیم. افغانستان بازار مصرفی برای صادرات کشورهای منطقه است، در یعنی اونا به اینجا رقابت میکنه. خوب بود که تولیدات خود داخلی ما
توانی زیرمی داشت که به رقابت می پرداختن و بالاخره در صورت هم تولید تولیدی ما بلند می رفت و از طرف دیگه مستهلک ما متضرر نمی شد که متاسفانه چنین نشد. استاد شما در سخنانتان گفتین که در افغانستان از نظام بازار یا بازار آزاد تعبیری غلط شده. تحلیل شما در این مورد چیست و هدفتان از این گفته‌ها چیست؟ خب در قبل خدمت شما عرض کردم که یعنی بازار در افغانستان مردم فکر میکنه که بازار آزاد یعنی بی یک بی سر و سامانی یک پراگندگی، در حالی که چنین نیست. متاسفانه مسئولیت‌های دولت در قبال بازار مشخص نشده، مسئولیت های متشخبسین خصوصی یا به اصطلاح سکتور خصوصی نینجا مشخص نشده. ببینید شما وقتی در یک کشور سیستم اقتصادیش بازار می باشه، در اونجا سکتور خصوصی همان طوری که در سیستم پلان مرکزی یا اقتصادی رهبری شده دولت در برابر جامعه خود مسئولیت های خود داره که باید تولیدات درست داشته باشه، با کیفیت داشته باشه، با قیمت پایین داشته باشه، وارداتی با کیفیت داشته باشه، با قیمت پایین داشته باشه و تلاش شوه که مستهلک متضرر نشه و در قسمت های باید در بخش های باید سرمایه گذاری صورت بگیره که در اونجا مزیت مطلق دارم و کشور از لحاظ منابع در پالوی ازی در قسمت نه تنها مفاد، خب مفاد باید متصور باشه در هر تشبس، ولی برای ایجاد کردن فرصت های کاری یا فرصت های شغلی این بسیار مهم و حتمی است. متاسفانه سکتور خصوصی در افغانستان نه تنها که بمو مسئولیتی که داره ادا نکرده، متاسفانه دست به یک سلسله فعالیت های زده که جامعه افغانستان یا مردم افغانستان بالاخره به طرف قهقرا میبره. به طور مثال اینا صاحب به فکر از این نشدن که بین تولید بکنیم، بین اقتصاد کشور با پای خود استاد بکنیم، بین سطح تولید ناخالص داخلی را بلند ببریم، بین فرصت های کاری یا فرصت های شغلی را ایجاد بکنیم تا جامعه مرفع شود. سایبیا رفتن به طرف واردات. واردات چم چه قسم بود سیم؟ اگر یا کوشش کردن که چگونه اموال یا امتعی بی کیفیت از کدام کشور وارد بکنه و به چگونه سیب اینجا ایره به قیمت بلند بفروش برسانه و در پالویزی از سیاست های احتکار و انحصار وزی قبیل کار گرفتن. در اقتصاد بازار اصول به انگلیسی برش پرایس وارنینگ میگه، یعنی قیمت ها جنگ میکنه و در اثر جنگ قیمت ها پایین میه و مستهلک. استاد نقش دولت به خاطر کنترل قیمت ها در نظام بازار یا بازار آزاد از دیدگاه شما چی است؟ اگر سعی کنین هر کشور نظر به شرایطی محیطیش، نظر به امکاناتش، نظر به منابعش، نسبت به مسائل فرهنگی و کلتوری و اینی مسائلش فرق بکنه. مثلا اگر ما بخوایم که اقتصاد بازاری که در امریکا تجربه شده و ایره در افغانستان پیاده بکنیم، قطعا امکان نداره. از هر لحاظ ما به اصطلاح در یک تفاوت کامل با ایالات متحده امریکا قرار داریم. حتی ما نمیتونیم که یعنی چیزی که در پاکستان تطبیق میشه در افغانستان تطبیق بکنیم، در حالی که از لحاظ دین اونا مسلمان هستن، ما مسلمان هستیم، از لحاظ فرهنگی اشتراکات خود داریم، از لحاظ جغرافیایی به اصطلاح ما کشورهای همجوار و همسایه هستیم، ولی امکاناتش نیسته. اینجا به اصطلاح روش، عادات، خصوصیات مردم، فرهنگ، این همش تاثیر گذار است که متاسفانه ما متوجه از نبودیم و, و و و و از لحاظ سرمایه ببینین در کشورهایی که اقتصاد بازار است، در اونجا دولت بسیار جدی نظارت میکنه. با اندکترین تخطی دولت جریمه های گزاف را وضع میکنه. ولی آیا در افغانستان چنین کار را دولت میکنه؟ در افغانستان متاسفانه ما هنوز قانونی برای محتکر و برای انحصارگر نداریم. یک شخص احتکار میکنه، ما قانون نداریم که مطابق از او قانون از او بازجویی و بازپرسی بکنیم. مثلا یک شخص میبینیم که یک متشبس میبینیم که او انحصار میکنه، بازار ده انحصار خود میاره، ولی ما قانونی بر از او نداریم که چگونه از او بازپرسی بکنیم و چگونه او را به پنجه قانون بسپاریم یا چگونه او را مجازات بکنیم که آقا تو چرا انحصار کردی. متاسفانه این نارسایی را ما داریم. بله. آقای ضیا حامد کرزی در سخنرانی خود امروز در پارلمان گفت که اگر نظام بازار یا بازار آزاد مطابق به خصوصیات نظام افغانستان نشود،
کشور ما با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد. حال سوال اینجا مطرح می شود که آیا در 10 سال که گذشت نظام بازار آزاد یا نظام بازار در مخالفت با خصوصیات نظام افغانستان بوده و یا خیر؟ خب در مراحل نخست که نظام اقتصادی افغانستان نظام بازار شد، هم طرفدارای خود داشت و هم منتقدین خود داشت. بله. منتقدین که خوشبختانه یکی از جمله ما بودم از منتقدین بازار، و شایدم که اگر شما مصاحبه ما را دمو اوایل هم دیده باشین یا دمی نزدیکا اگر شما دیده باشین، ما جدا مخالفت داشتم به سیستم، به خاطر از اینکه سیستم به اصطلاح بر بنیاد فردگرایی استوار است و اگر به مشکلاتش بریم مشکلات فراوان خود داره و یک اداری قوی و سالم ضرورت است تا این سیستم به مسیر درستش ببره. یک سیستم اگر بسیار کارام باشه، اگر یک نظارت درست از این سیستم صورت نگیره، این میتونه که به بیراه بره و به بیراه کشانده شو. منتقدین انتقاد میکردن که گویا سیستم ناکاراست و در افغانستان قابلیت تطبیق نداره، به خاطر از اینکه ما قطعا تولیدات خود نداریم و چطور میتونیم که بالاخره ما به بازار مصرف، یعنی مستهلک ما صرف از مزیت رقابت کشورهایی که افغانستان صادرات داره مستفید شود، نه ده. از مزیت رقابت تولید داخلی ما. منتقدین و کسایی که به اصطلاح حامیان سیستم بودن، اونا میگفتن که خب هنوز ما در مرحله گذار هستیم و در مرحله گذار طبیعتا هر سیستم مشکلات خود می داشته باشه و آهسته آهسته اصلاح میشم. خب نه تنها که در مرحله گذار ما به طرف یک مسیر درست حرکت نکردیم، بلکه به قهقرا رفتیم. متاسفانه یعنی صدمه ای که از سیستم دیدیم یا اضراری که مردم از سیستم میبینه، یک تعداد از افراد، خب در دیگه دنیا مردم از رقابت های سالم، از تشبث سالم به اصطلاح ثروتمند میشه و فربی میشه و چاق میشه یا داراتر میشه یا سرمایه دار میشه یا میلیونر و میلیاردر میشه. متاسفانه با استفاده از این سیستم بازار تعداد افراد و اشخاص مشخصی که البته زیاد هم هستن، کم نیستن، اونا سب استفاده نامعقول کردن از نام سیستم و از رای غیر مشروع، از رای غیر قانونی پولی هم گفتی را سب جمع کردن. بله. و اینا سب سرمایه دار شدن و متاسفانه نه تنها در بخش سکتور خصوصی، اونا سب بالاخره فرصت یافتن در پارلمان کشور، اونا فرصت یافتن در به شکل از اشکال چوکی بلندی را در حکومت به دست آوردن که در آینده برای افغانستان فوق العاده در سر سازه. بله. آقای زیاد، شما گفتن که چند شخص محدود اینها از نظام بازار استفاده منفی کردن و بالاخره فربه و پولدار ساختن. حال سوال اینجا مطرح می شود که چرا دولت افغانستان و شخص رئیس جمهور افغانستان با وجود از اینکه میدانست که چند شخص خود را فربه و چاق ساخت، چرا در 10 سال که گذشت چون این کار را نکرد و برای نظام بازار محدودیت ها و مشخصات را که پیش بینی شده بود عملی نساخت؟ خب یک مسئله که قابل مکس است، سکتور خصوصی یا متشبثین خصوصی ما دست به این نزدن که بالاخره یا برن در سیاست دخلی شون. متاسفانه سیاست گزارای ما، سیاست مدارای ما، کسایی که افراد و اشخاصی که بعد از سقوط طالبا آنن سب تسلط یافتن بر دولت و بر حکومت، اینا سب تشبث کردن در بازار و از ایرا به خود پول یافتن و از فکر میکنم یکی از دلایلش که دولت نتانست یا حکومت نتانست که درست کنترل بکنه مسیری که بازار دو در حرکت است، اینمی بوده. به خاطر اینکه یعنی یک کسی که متشبث بود یا سرمایه دار بود و او میخواست که از رای مشروع پول به دست بیاره، اونا فرصت زیر نیافتن که در دولت جا بگیرن. متاسفانه برعکس، کسا افراد و اشخاصی که از رای غیر مشروع، از رای غیر قانونی به اصطلاح در دولت تسلط یافتن، در حکومت تسلط یافتن یا بستای سیاسی بلند گرفتن به خود، اونا تشبث کردن در بازار و بازار به بیراه برد. چی فکر میکنه تو استاد؟ اکنون این اشخاص از صحنه بیرون شدن که حامد کرزی چون این حرف را زد امروز در پارلمان؟ خب به شما بهتر معلوم است،
بعد از سقوط طالبا افراد اشخاصی که از دوره معقد به این طرف در قدرت بودند، در دوره انتقالی در قدرت بودند، در دوره اولی پنج سال ریاست جمهوری در قدرت بودند، متاسفانه فعلا شما شاید از واسطین که اونها هست. پس چی فکر میکنید؟ روی چه دلایل حامد کرزی چنین حرف را زده؟ خب اصلا اگر در یک سیستم یا در یک دولت اگر نام از شخص نبریم خوب است، به خاطر از اینکه یک شخص نمیتونه که همه چیز به یک مسیر ولی گفتگوها را رئیس جمهور افغانستان هم باز در پارلمان زد. رئیس جمهور تا جایی که ما متوجه شدیم، خب بیشتر رئیس جمهور به این مثلا بسیار یعنی مسائل محوری در گفته های رئیس جمهور امروز که در پارلمان داشت بیشتر متوجه قرارداد استراتژیک مثلا با ایالات متحده آمریکا بود. و بخش از سخنانش مربوط به یک بخشی از اون تشکیل میداد. رئیس جمهور یک بار تقریبا چندین بار دیگه هم تذکر داده در سخنرانی های خود که سیستم بازار ما، سیستم اقتصادی ما مشکلات خود داشته و ما متوجه ازی شدیم و بالاخره ما باید تجدید نظر بکنیم. بله. و باید هم تجدید نظر شو و اگر بمی مسیری که آل حرکت میکنه همی حرکت خود ادامه بده، یعنی آل در وضعیت کنی افغانستان از لحاظ فساد در رده بعد از سومالی و برما در رده سیوم قرار دارن. شما مطمئن باشین که اگر یکی دو سال دیگه همی مسیر طی بکنه و بالاخره در سطح جهان موقف اول خواهد گرفت، یعنی از برما و سومالی که فاسدترین کشور هستن، فاسدترین حکومت ها را دارن و فاسدترین دولت ها را دارن، از اونان پیشی خواهد کرد، سبقت خواهد کرد. بله استاد، نظام بازار منفعتش و نواقصش چه فکر میکنید؟ برای مردم بیشتر بود و یا برای کدام گروه های ما مشخص؟ خب متاسفانه مردم افغانستان هیچ گاهی از مزیت بازار مستفید نشدن. افراد و اشخاص مشخصی بودند که از این مزیت استفاده کردن و خود پولدار و فربه ساختن. پس مسئولیت دولت در قبال همچه افراد از دیدگاه شما چی است؟ فکر می کنم من شاید سوال شما را قبلا پاسخ داده باشم. من بر شما گفتم که اصلا من خدمت شما عرض کردم که متشبسین خصوصی وارد دولت نشدن. بله. دولت مردای ما وارد بازار شدن. پس کنترل دولت به این مسئله فکر می کنم یک مقدار مشکل خواهد بود. استاد چه فکر می کنید در شرایط کنونی بهترین نظام، البته مقصد نظام اقتصادی از برای افغانستان از دیدگاه شما کدام است؟ خب اصلا خوب است که قبل از اینکه نظر بدیم که کدام سیستم خوب است، خوب است که سر یک کشوری که به طرف اقتصاد بازار میره باید کدام معیار را داشته باشه. بله. کشوری با قبل خدمت شما عرض کردم در سخنان آغازین خود که ما یک کشوری که یعنی سیستم بازار سیستم جنگ است، سیستم رقابت است. بله. و رقابت تولیدات میکنه. وقتی یک کشور از لحاظ تولیدات متکی به خود نشده، یک کشور پالیسی مشخص برای حمایت تولیدات داخلی خود نداشته باشه، هیچ گاهی در اون کشور مجاز نیست که باید سیستم بازار در اونجا عملی شود. بله. یعنی هر آن کسی که سیستم بازار را به افغانستان پیشنهاد کرده، یعنی ما حتی صنایع نوپای خود نداریم. وقتی که فکر کنید ما یک صنایع نوپا داریم، صنایع نوپا قطعا نمیتونه با صنایعی که به اصطلاح در تولیداتش 30 سال یا 40 سال تجربه کرده یا حداقل 10 سال تجربه کرده نسبت به ما با او رقابت بکنیم. یعنی کسایی که سیستم رو پیشنهاد کرده، کسایی که طرفدار از سیستم بوده، اصلا جنایت کردن به افغانستان. بله. خب به خاطر از اینکه ما تقریبا در طول 5 دهه سیستم رهبری شده را تجربه کرده بودیم و ذهنا بیشتر آماده بودیم به سیستم رهبری شده تا به سیستم بازار. خب بازار نتایج مثبت خود داشته، ولی در چوکات پالیسی های مشخص، در چوکات استراتژی های مشخص، در چوکات بازبینی های مشخص مقطعی و دورانی این مزایای خود داشته. خوب بود که ما اول به فکر ازی می شدیم که یعنی آهسته آهسته اگر باز تولیدات داخلی یعنی ساحر به سکتوری خصوصی باز میگذاشتیم و ایره حمایت میکردیم، به پای استاد میکردیم
میکردیم و بالاخره یعنی به تدریجی اگر به طرف بازار میرفتیم فکر میکنم خوب بود بد نبود، ولی متاسفانه ما به یک بارگی به طرف بازار رفتیم، یعنی یک طفلی که نوزاد است مایره به رقابت و به پهلوانی در میدان با کسی که تقریبا سنش 35 الی 40 سال است و و و دوامدار تمرین کرده آماده است و و و همیشه در رقابت بوده، ما طفل خود طفل یک سالی خود با شخصی که 30 ساله است به اصطلاح برای رقابت بردیم که اصلا منطق نداره و از نظر من فکر میکنم که حالا که ما در این مرحله هستیم خوب است که ما یک اقتصاد مختلف در کشورهای در دیگه کشورهای جهان به اصطلاح سیستم های مختلفی تجربه شده، مثلا فرانسه جرمنی را اگر ما بینیم آلمان یک سیستم بازار به اساس اصل اجتماع در اونجا پیاده شده که فرانسه هم هایسته هایسته به مو طرف میره، خب هند مشخصات خود داره، چین مشخصات خود داره، پاکستان مشخصات خود داره، ایران تقریبا دمی 5 سالی گذشته آماده شد که بالاخره به طرف بازار بره که هنوزم به شکل درستش نرفته، هنوزم شرکت بزرگ نفتیش در دست سپاه پاسداران است، یعنی از طرف سپاه پاسداران حمایت میشه، یعنی به طرف کاملا به طرف بازار نرفته. خب در این شرایطی که ما تقریبا به طرف بازار رفتیم و بازار تجربه کردیم خوب است که ما یک سیستم مختلط داشته باشیم. استاد میشه مشخصات سیستم مختلط یا نظام مختلط برای ما بگوین؟ خب در نظام مختلط دولت و سکتور خصوصی به شکل شرکا فعالیت میکنه و خصوصیاتش فرق میکنه، در بعضی کشورها رهبری به دست دولت میباشه و با وجود از اینکه سکتور خصوصی سهم میباشه، در بعضی کشورها رهبری و مدیریت به دست سکتور خصوصی میباشه. خب یکی از ناکارایی سیستم رهبری نمیست که مدیریت دولت در اونجا ضعیف بوده، در اونجا متاسفانه افراد و اشخاص به فکر ازی بوده که به فکر منافع شخصی خود بوده تا منافع دولتی، یک تصدی دولتی که در اختیارش بوده بیشتر به فکر ازی نبوده که تصدی چگونه رشد بکنه، چون تصدی را مال ملت میدانسته و به فکر منافع شخصی بوده، یعنی یکی از ناکارایی سیستم رهبری نمی بوده که اونجا ضایعات زیاد داشته و یعنی سیستم رهبری که حکومت در دست داشته حکومت در دست می داشته باشه، یعنی فعالیت های انتفاعی که یا فعالیت های تولیدی که به دست دولت می باشه. خب در اگر در افغانستان سیستمی پیاده شود که مختلط باشه و مدیریت و رهبریش به دست سکتور خصوصی باشه فکر می کنم که این فوق العاده به نفع اقتصاد افغانستان. استاد یک چیز دیگر هم باید در نظر داشت، در صورتی که رهبری و مدیریت در دست سکتور خصوصی باشه باز هم به گفته های قبلی شما میایم و از گفته های قبلی شما قرض می گیریم که دولت مردان افغانستان وارد بازار شدن، باز هم در اینجا مشکل ایجاد نخواهد شد؟ خب اصلا سکتور خصوصی وقتی با دولت سهم می باشه این به این معنی نیست که در دولت اشخاص و افراد دولت در او سهم باشه، نیست، اصلا دولت در او سهم است، یعنی همون که بیت المال میگه یا یک دارایی عامه میگه، یعنی یک بخشی از این دارایی عامه است یک بخشش دارایی خصوصی است و رهبریش اگر به دست سکتور خصوصی باشه فکر می کنم کاراتر است تا افراد و اشخاصی که در حلقات بلند دولتی قرار داره یا جانب دولت می باشه. تشکر از حضورتان در برنامه آقای زیا. بسیار تشکر لطفتان است. بینندگان محترم تشکر از شما هم، تا برنامه بعد شما را به الله یک تا می سپارم.